شغل بی شرمانه و شکه کننده هدا خامنه ای دختر سید فاش شد تا مردم بشناسند این هر را اسماعیل خطیب دجال وزیر اطلاعات جمهوری فاسد اسلامی شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال را سازمانی خرابکار اعلام کرد و هشدار داد که عوامل و مرتبطان با این رسانه را تحت تعقیب قرار می‌دهد. خطیب این موضوع را در گفتگو با سایت علی خامنه مفعول بیان کرد و گفت هر نوع ارتباط با این سازمان خرابکار ورود به حوزه خرابکاری و تهدید امنیت ملی تلقی خواهد شد او به بریتانیا هم به دلیل میزبانی سه شبکه تلویزیونی معروف حمله کرد و گفت این دولت هزینه اقدامهایش برای ناامسازی ایران را خواهد داد. تلویزیون ایران اینترنشنال که از پنج سال پیش فعالیت خود را در لندن آغاز کرده، همواره با تهدیدهای مستمر مقامهای جمهوری اسلامی مواجه بوده که دامنه این تهدیدها و حملات با آغاز اعتراضهای سراسری در ایران بیشتر هم شده است. این شبکه تلویزیونی دو روز پیش اعلام کرد که سپاه دجال پاسداران دو خبرنگار این شبکه و خانواده های آنها را تهدید کرده است. روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف هم به تازگی از شناسایی یک تیم خرابکار خبر داده که دو خبرنگار تلویزیون ایران اینترنشنال را تهدید جانی کرده است. همچنین این تهدیدات به خاطر آخرین افشاگری آنها در خصوص شغل دختر خامنه ای دجال نیز هست که در ادامه به آن خواهیم پرداخت آنطور که این روزنامه نوشته است اعضای این تیم هفته گذشته اطراف خانه و محل کار این دو خبرنگار دیده شده اند و این دو خبرنگار در حال حاضر تحت محافظت 24 ساعته قرار گرفتند پیش از این نیز وزارت امور خارجه جمهوری فاسد اسلامی این شبکه تلویزیونی را در ارتباط با اعتراض سراسری در ایران در فهرست تحریم خود قرار داده بود. از طرفی حسین سلامی زحاک فرمانده سپاه اهریمنی پاسداران هم هفتم آبان عربستان سعودی را تهدید کرد چنانچه شیطنت بنگاه های سخن پراکنی خود را کنترل نکند دود آن به چشم خودشان خواهد رفت. مقام های جمهوری فاسد اسلامی شبکه ایران اینترنشنال را رسانه‌ای وابسته به عربستان سعودی می داند. اما این شبکه اعلام کرده که رسانه مستقل است. روحانیون شیعه حاکم بر ایران از فعالیت رسانه های فارسی زبان خارج کشور به شدت خشمگینند و از مدتها پیش آزار و اذیت کارمندان آنها و خانواده هایشان در ایران را در دستور کار قرار دادند محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت ورود آنها به ایران از جمله این ممنوعیت ها و محدودیت هاست که در تازه ترین مورد به طور رسمی در قالب تحریم دنبال می شود. رسانه های وابسته به حکومت ایران هفته گذشته گزارشی از فعالیت این رسانه ها در جریان اعتراض های سراسری منتشر و ادعا کردند که این رسانه ها با انتشار هزاران دروغ تلاش کردند تا افکار عمومی در ایران را فریب دهند کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران هم در پی افسایش این تهدیدها و هشدارها از مقام های بریتانیا خواسته است امنیت کارکنان تلویزیون ایران اینترنشنال را تضمین کند. شریف منصور هماهنگ کننده خاور میانه و آفریقای شمالی این کمیته گفت تا زمانی که دولت های خارجی ایران را پاسخگو نکنند روزنامه با تهدید مواجه خواهند بود. دبیر کل اتحادیه ملی روزنامه بریتانیا و ایرلند هم این اقدام سپاه پاسداران را تکان دهنده و ظالمانه خوانده است در گفتگو با تلویزیون ایران اینترنشنال تصریح می کند استرس و فشاری که بر روزنامه نگاران و خانواده آنها تحمیل می شود نفرت انگیز است سیاست راندن فعالان رسانه مدنی و سیاسی و متخصصان از ایران پس از چهار دهه به بزرگترین پاشنه آشیل نظام جمهوری دجال اسلامی تبدیل شده است. از بین بیش از چهار میلیون ایرانی که گزارش شده است در کشورهای مختلف زندگی می کنند، تعداد قابل توجهی از آنها در نهادهای رسانه‌ای، حقوقی و سیاسی جذب شدهاند که فعالیتشان به مذاق مقامهای جمهوری فاسد اسلامی خوش نمی آید. با آغاز اعتراض های سراسری در ایران انسجام بی سابقه ایرانیان خارج از کشور و پوشش رسانه های فارسی زبان مستقر در خارج از ایران از تمامی کارزارها و وقایع مرتبط با این اعتراض خشم مقام جمهوری فاسد اسلامی را در داشته است. آنها تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا فعالیت این رسانه ها را محدود یا تعطیل کنند و هزینه فعالیت های سیاسی و مدنی ایرانیان مقیم خارج علیه جمهوری اسلامی ایران را بالا ببرند البته مجموع این تلاش ها همچنان نتوانستند فعالیت این رسانه ها و فعالیت ایرانیان خارج کشور را متوقف کند که نشانی از شکست روحانیون شیعه حاکم بر ایران در خاموش کردن این رسانه ها و صدای اعتراض ایرانیان در داخل و خارج است چندی پیش تلویزیون ایران اینترنشنال در یک خبر کوتاه و فقط یک بار به شغل دختر سیدلی خامنه ای اشاره می کند که جنجال آفرین می شود خبرنگار این شبکه در یک خبر کوتاه اعلام می کند که شغل دختر خامنه ای هدا مدلینگ و اداره یک مرکز مدلینگ بزرگ در ایران است که در کنار کار مدلینگ کار ازدواج موقت برای مسئولان جمهوری دجال اسلامی را نیز انجام می دهد. پس از فاش شدن شغل هدا خامنه ای و اینکه مردم شناختند که او چه هرزه است فشارها بر روی شبکه های فارسی زبان خارجی و خانواده های آنها و کارکنان آن بیشتر و بیشتر شد این در حالی است که یک انجمن غیر دولتی شناخته شده در لندن ایران اینترنشنال را به عنوان نامزد مهمترین جایزه سالیانه خود انتخاب کرده است انجمن بین‌المللی رسانه‌های صوتی و تصویری فهرست نامزدهای خود برای سال جاری را اعلام کرد و ایران اینترنشنال در کنار CNN، این، الجزیره و الهره نامزد جایزه بهترین شبکه بین المللی سال شده است. ایران اینترنشنال مانند CNN این شبکه خصوصی است در حالی که دو شبکه عربی زبان الجزیره و الهره منابع مالی خود را به ترتیب از دولت‌های قطر و آمریکا دریافت می‌کنند.